بخش ششم گفتار عمومی 127 هم خودمون رو شروع میکنیم من در مورد اردوگاه ها داشتم صحبت میکردم که تعداد اردوگاه ها بسیار زیاده چند صد اردوگاه وجود داره ولی بعضی از اینا خوب شهرت زیادی دارن آشویت از همش معروفتر هست ولی یا داخا و اردوگاه دیگه که در همه جا وجود داشته اردوگاه های که مخوفترین میشه گفت اردوگاه هایی که آلمان نازی از اونها استفاده میکرد در لهستان بود شاید دلیل این مسئله بنابر نظر تاریخ شناسان در این است که یک جو عمومی ضد یهود در لهستان وجود داشت جمعیت بزرگی از خود یهودیان در لهستان بوده گفتم سه میلیون یهودی در به اصطلاح لهستان وجود داشت که بزرگترین تجمع یهودیان بود و آلمانی ها اینها رو با طرق مختلف غیر از اینکه اون گردان های سیار که میرفتن و میکشتن و معمولا در خطوط جپه و غیر این کار رو میکردن اینها رو یا از طریق بردنشون توی گتوها یعنی مناطق بسته شده محلهای بسته شده شهری که محصور می شدن نگهبان داشتن در بیرونشون کسی نمیتونست از اینا خارج شه درونش هم, هم, هم تو یک نوع حکومت نظامی هم درش برقرار بود از ساعت هفت شب تا هفته صبح کسی بیرون نمیتونست بیاد و به شدت اینا رو کنترل میکردن و یک نوع قحطی در اینا ایجاد میکردن بیماری ها در اینا افزایش پیدا میکرد مثل تیفوس مثل گریپ های خیلی سخت و بیماری های دیگه ای که افراد رو کشتن میداد و نبود مثل امکانات بهداشتی نبود غذا سرما و غیره بسیاری از آدم رو در همین که توها میکش و بعد از اینکه یک شورش هم میشه در یکی از این که توی برشو تخریب میشه و افراد در اون نابود میشن البته باید توجه داشت که که توی ورشو که ابتدا 450 هزار نفر رو در خودش اسیر کرده بود جمعیتش در موقعی که قیام کرد به 70 هزار نفر رسیده بود و این قیامی هستش که در فاصله 19 آوریل تا 16 می 1943 اتفاق میفته و آلمانی ها به شدت سرکوبش میکنن و تخریب میکنن این گتو رو و خب این هم یکی از موارد دیگه ای هستش که کشتار صورت میگیره و در گتوها و اردوگاه های مرگ هم که همونطور که گفتیم دو نوع بودن یا اردوگاه بودن که افراد بلا فاصله بعد از اینکه دستگیر میرسیدن کشته می شدن و اونهایی که برخی از افراد رو نگه داشتن خب اولا گفتم دستگیری یهودیان اولین مرحله بود یعنی اونها رو از هر جایی که میدونستن دستگیر میکردن هیچ تفاوتی نداشت از مدرسه از بیمارستان از محل کار و غیره به جریان های دستگیری گسترده وجود داشت که اینا رو دستگیر میکردن میبردن به کمپ های اردوگاه هایی که اردوگاه های موقت بود در اونجا نگه میداشتن و بعد با قطار هایی که بدترین شرایط رو داشتن یعنی قطارهایی که برای حمل و نقل دام ها و به جانوران استفاده میشد اینها رو با پرترین شکل ممکن میفرستادن بدون هیچ نوع امکاناتی نه آب نه غذا و غیره بسیار از افراد میمردن در این سفر که ممکن چند ساعت طول بکشه ولی بعض وقتا تا دو هفته هم طول میکشید و خب خیلی از افراد میمردن در و جسدشون هم در داخل همون کوپه باقی میموند بقیه کسایی که میرسیدن به محض اینکه به اردوگاه میرسیدن در اونجا یک انتخابی میکردن اسم اینا ثبت میشد تمام چیزاشون ثبت میشد و بلافاصله زنان و کودکان و افراد مسن فرستاده میشدن به به, به اتاقهای مرگ یا اتاقهای گاز و از بین مردان همون کسانی که به نظر می رسید سالمترن و قویترن، اینا رو می برای کار، ولی کسانی رو که به نظر می ضعیفن، و به خصوص کسانی که به نظر می رزید که یک نوعی روشن فکرن عینک دارن مثلا یا ازشون سوال می شد کارشون کاره، کاری نبود که کارهای فکری فقط بلد بودن و غیره اینا هم جز کسانی بودن که بلا فاصله روانه اتاقهای مرگ می این اتاقهای مرگ رو به خودشون گفته می شد که شما رو باید ما یک دوش دوش بدیم که تمیز بشید و برهنهشون میکردن و همه رو بدون هیچ تفکیکی زن و مرد و کودک و غیره رو برهنه میکردن و با هم در اتاق گاز میفرستادن و اونا منتظر بودن که آب گرمی روشون ریخته رو بشه و از این سفر وحشتناکی که داشتن در حالی که گاز وارد سلول میشد و اینها دست و پا میزدن و خیلی ها له میشدن زیر دست و پا و برای اینکه بتونن یک راه نفسی پیدا کنن و غیره و بعد از چند دقیقه کشته می شدن و بعد گروه هایی بودن که اینها رو خارج میکردن کردن دندون های تلایی اگه داشتن رو می و, و به اصطلاح لباس ها که قبلا ضبط شده بود هر چیز ارزشمندی از جمله موهاشون رو می و موارد هم بودش که موارد زیادی هم بود که از چه پوست اینا هم استفاده میشد و از چربی اون صابون و غیره تهیه میکردن و بعد اینا رو روانه اتاقهای سوزاندن میکردن کورهای آدم سوزی معروف میکردن که در اونجا سوخته میشدن و به خاکستر تبدیل میشدن بنابراین یک تیپی از کشتار صنعتی وجود داشت که واقعا در عرض هر ماه چند صد هزار نفر کشته میشدن در اوج این قضایی ها شاید تا ماهی هزار نفر شاید بیشتر کشته میشدن و به همجد یک نوع ماشین کشتار وجود داشت که این خب میتونیم بگیم می واقعا بی ما در جایی دیگه سراغ نداریم که به این شکل صنعتی آدم ها کشته بشن مگر اردوگاهی که در چین وجود داره و غیره که اطلاع زیادی از اونها نداریم ولی اغلب اردوگاه ها هستن که افراد رو به کار وادار میکردن در طور تاریخ و اونها رو در یک نوع بردگی وحشتناک میکشتن یعنی قبل از اینکه بمیرن نه واقعا کار ازشون کشته می شده این اتفاق در خود اردوگاه آلمانی هم در یک سریش می افتاد که اون مردانی که به نظر سالم تر می اومدن فرستاده می شدن برای کار منطقه باید این رو در نظر گرفت که میزانی که اینا می زنده بمونن خیلی زیاد نبود از چند روز تا حد اکثر چند ماه اینا بیشتر دوام نمی و کشته می شدن. و بعد از این ماجرا ما خب میبینیم که اردوگاه ها به کار خودشون ادامه میدن آلمانی ها برخلاف اون چیزی که گفته میشه در پی پنهان کردن قضیه بودن و به همجهت هم هستش که زیاد صحبت از کارهایی که میکردن انجام نمیدادن حتی فیلم هایی ساختن از اردوگاه های کار یهودیان و اردوگاه های که اونها رو در اونجا نگهداری میکردن که فیلم هایی که نشون میده اینها چقدر زندگی خوبی در اونجا دارن و مثل به یک تفریقا هست براشون و خیلی خوب و خوش دارن زندگی میکنن و فیلم های دروغینی در این مورد آلمانی ها ساختن از طرف دیگه در انتهای جنگ هم این ماشین کشتار سرعت پیدا میکنن و هم تمام شواهد رو سعی میکنن که از بین ببرن و تنها اونجایی که قافل گیر میشن و نیروهای متفقین و زو... نیروهای روسیه زودتر از اینکه اونا بتونن شواهد رو از بین ببرن میرسند هست که گزارش های میشه و دیده میشه نکته دیگه ای که در مورد این به سلا وجود داره سکوت کلیسا هست البته درباره این سکوت اختلاف نظرهای زیادی وجود داره وقتی میگیم سکوت واقعیت قضیهش این است که این سکوت سکوت مطلقی نیست پاپ پی یازدهم در سال 1922 و بعد در 1937 چندین در چندین مورد محکوم میکنه در واقع رفتار نازی ها رو با به صلاح یهودیان و کسانی که در زیر سلطه او هستند گروهی معتقد هستن که سکوت یا اون که کلیسا خودش رو خیلی درگیر نمیکنه با قضیه به درخواست خود مقامت آلمان هست و کلیساهای از جمله خصوص کلیسای هلند است و مثلا اینکه در جواب یکی از اعلامیه هایی که کلیسا میده به خصوص کلیسای هلند به شدت زیر فشار قرار میگیره و یهودیان هلند به شدت زیر فشار قرار میگیره این مسئله بیشتر در مورد پاپ بعدی که پاپ پی دوازدهم هست مطرح میشه که خیلی خیلی کمتر بحث رو مطرح میکنه و خب او هم مسئلهش این هست که اگر این کار رو بکنه جان یهودیان رو و به صلاح مسیحیان کاتولیک رو به خطر میاندازه برای این موضوعیه که باز هست و در موردش میشه بحث کرد جایی بحثش الان در اینجا نیست من در این مورد توصیه میکنم که فیلم آمین که کوستا ساخته رو ببینین که البته در این فیلم بیشتر تزی که نشون میده که چه کلیسا و چه خود خود آمریکایی ها و متفقین خیلی در ابتدا به دنبال این نیستند که به اصطلاح در این مورد صحبت کنند رو ازش دفاع میکنه به هر حال اون چیزی که مشخصه این است که موضع کلیسا در این مورد نیاز به اون داره که با دقت بررسی و مطالعه بشه و خیلی از این اسناد ممکنه هنوز منتشر نشده باشه اسنادی که خصوص بین مرکزیت کاتولیک و کلیساهای مختلف رد بدل می شده اسناد محرمانه و غیره که وقتی همه اینها روشن بشه مشخص خواهد شد که نقش کلیسا چی بوده در خود فرایند به صلاح دوره ای که کشتار در جریان بودن نسکشی ها در جریان بودن و بعد از ما حالا در بخش آخر اه به اه نتیجه گیریمون و در نتیجه گیریمون به این مسئله هم خواهیم برد